سلام، با برنامه دیگری از 35 در سامانه فیلم نت با شما هستیم. همچنان تبلیغ سامانه فیلم نت رو میکنیم برای دیدن فیلم های متنوعی که در این سامانه وجود داره، از فیلم های قدیمی ایرانی که در واقع همه میتونن مراجعه کنن و فیلم هایی که سالها پیش ندیدن الان ببینن، و فیلم های جدید خارجی که به صورت دوبله در این سامانه گذاشته شده. مهمان امشب ما کارگردانی است که در سومین فیلمش تونسته برای خودش یک استقلال فکری و یک شیوه و لحن بیان خاصی انتخاب کنه و خودش رو تثبیت کنه. کارگردانی که فیلم قبلیش، فیلم دومش، فیلم بسیار جنجالی، فیلم مطرحی هم بود. فیلم سومش فیلمی است بهتر از دو فیلم قبلی و ما در مورد با این کارگردان مفصل صحبت کرد. خیلی خوش آمدید خانم آبیار به برنامه ما. ما طبق معمول به هر مهمانی که بیاد میگیم اگر با دوربین برنامه اینترنتی صحبتی داره انجام بده تا ما بعد مصاحبه بکنیم. خیلی خوشحالم تو این برنامه هستم، چون برنامه پر مخاطبیه و امیدوارم که بحثای خوبی از توش در بیاد. انشالله. خوشحالم که امروز سه‌شنبه است، فیلمتون از فردا اکران میشه. بله. و امیدوارم که فیلمتون بفروشه. خودتون چی پیش بینی برای فروش دارید؟ من خوشبینم، برای اینکه من در واقع فیلم شیاره 143 هم بحثا سر این بود که ممکنه فیلم بفروشی نباشه، به خاطر اینکه ستاره نداریم، به خاطر اینکه من به هر حال فضاهای بیشتر روستایی یا طبقه پایین و فرودست رو میپردازم، خیلی چهره های پر آب و رنگ و فلان یعنی نداریم، خیلی نمیرم سمت در واقع تقویت کردن ویژگی های ملودرام کار. حالا اون شیار خودش ذاتن ملودرام بود، ما که زار زار گریه گریم. آره، ولی من تشدیدش نکردم، خودش خود به خود و توی نفسم همینطوره. ولی خب اونجا من گفتین ستاره ندارین، خانم میلا زارعی بعد بهش بر نخوره گفتین ستاره ندارین. نه نمیگم ستاره نداریم، میگم ستاره ها رو خوش آب و رنگ نمی کنیم به خاطر فروش. میدونی نه، خانم میلا زارعی اونجا خیلی خوبه، بازی خیلی خوبی میکنه، مارم هلی متاثر میکنه، همه هم گریه کردن، از روشنفکر گرفته تا غیر روشنفکر تایی فیلم شما گریه میکنه. بله. ولی این فیلم اصلا این فیلم دیگه کاملا متفاوته. یعنی شما متوجه شدید که یا اصلا رفتید به سمت اینکه ملودرام خیلی چیز نسازید، ملودرام خیلی شدید نسازید و یه مقدار بید روی کارگردانی لحظه ها. از اول این فکر بود براتون؟ راستش من کلن روی ملودرام تأکید نمی کنم، مگه اینکه خود ذات موضوع ملودرام بپسنده داشته باشه تو خودش. من خیلی تاکید نمی کنم، تو شعارم نکردم، از موسیقی زیاد استفاده نکردم، از نمیدونم فضاهایی که تشدید میکنه ملودرامو. ملودرام اینه عشق، یعنی آره، ملودرام تو عشق میتونی بیاری دیگه. احساس مخاطب رو واقعا تحریک نکردم، خود موضوع انقدر تکان دهنده و تراژیک بود که این اتفاق افتاد. توی نفس اصلا کلا فضا فرق میکنه، یه فضای متفاوت دارم و قطعا همه کارهای من با هم تفاوت خواهد کرد، چون اگه اینطور نباشه فکر کنم دارم درجا میزنم. قطعا فیلم بعدی منم تفاوت خواهد کرد، چون من یه آدم دیگه شدم، دو سال یه سال گذشته من یه آدم دیگه شدم و نگاه من باید عوض بشه، وگرنه من دارم درجا میزنم. تفاوت منظورتون یعنی پیدا کردن لحن تازه و پیدا کردن یک فرم تازه است. بلا تفکر چیز میشه دیگه، تفکر سال به سال پخته تر میشه. بله. اون تفکری که شما دارید تفکر پخته تر میشه و اینجا خب من یک فضای خیلی متفاوت توی نفس دارم، یه فانتزی و تخیل رو وارد کار کردم و راویمو یه بچه قرار دادم
و فانتزی هم که آوردن با نوع فانتزی هایی که تا حالا تو فیلم های دیگه بوده متفاوت بوده، همه چیز دست به دست هم میده که یک فیلم در واقع متفاوت ساخته بشه توی شاید سینمای ایران. نوشته بوده، رمان بوده، این قصه بوده؟ بله، بر اساس رمان. رمان خود تو نوشته بودین؟ بله بله، رمانی که چاپ شده بوده. رمانی رمان آماده چاپ بود که دیگه ما گفتیم همزمان با فیلم ما بخوایم همزمان با اکران الان چاپش میکنیم رمانو. نه نه نه، رمان چاپ شده الان. الان چاپ شده؟ آره الان چاپ. همین اسم با اکران چاپ شد. همزمان با اکران تو فجر رمان چاپ شد. آره. عنوان همون نفس چاپ شد. به عنوان نفس بله. آه. چند صفحه است رمانتون؟ رمان فکر کنم حدود 190 صفحه اینا. کی نوشته بودین رمانشون؟ رمان من از سال 85 نوشتم، همینطور هی بازی بازی تا 90 دیگه. بعد اینطوری نیست که حجمش انقدر باشه که من بخوام شبانه روز براش وقت بذارم، و هر مثلا 3 ماه یه بار 4 ماه یه بار خیلی دلی در واقع این کارو نوشتم. تحصیلاتتون چیه خانم آبیار؟ من ادبیات خوندم. ادبیات خوندی؟ خوندنش چیه؟ پیام نور. پیام نور. آره، چون زمانی بود که من کار میکردم و نمیتونستم دانشگاه به صورت روتین برم و در واقع اون زمانی بود که نه نه کار دیگه، پنجشنبه جمعه ها میرفتم در واقع. یعنی از کار دیگه شما شروع کردی به سینما؟ من همه کار کردم، آب حوزم کشیدم و فقط اون در واقع بقیهش رو ادامه ندم. یعنی از قبل از سینما اونجا دانشگاه پیام نور با ادبیات آشنا شدی؟ اصلا از قبل از اون شما با ادبیات آشنا؟ نه، من از بچگی با ادبیات آشنا بودم و در واقع یه جوری خوره کتاب بودم و خیلی آرزو و آمال من انتهاش این بود که من نویسنده بشم، نویسنده بزرگ بشم. یعنی تا من همون کلاس های اول دوم هر اسمی که روی کتاب ها میخوندم دوست داشتم من اون نویسنده باشم. یکی از اون اسما؟ آره یکی از اون اسما باشم. یکی از اون اسما مثلا میتونی مثال بزنی؟ مثلا دزیره. خب نویسنده دزیره. یا مثلا اون موقع کتاب های اینجوری خب خیلی میخوندم دیگه، ناقوس ها برای که به صدا در میآیند. همینگوی ناقوس ها. بله بله، کارهای از این دست میخوندم و خیلی هم در واقع خب ته آرز وقت کتاب های بزرگ بزرگ میخوندم. یعنی من بزرگ بزرگ منظورتون جنگ و صلح ها از این رمانه؟ نه، منظورم اینکه من سنم کم بود ولی که کتاب های از این دست میخوندم. مثلا من هنوز دبستان رو تمام نکرده بودم ولی این رمان ها رو میخوندم. چه رمانی از همون تاریخ رو تاریخ رو خیلی تأثیر گذاشت؟ آره، یه چیزی من بهتون بگم که من همین ناقوس ها برای که به صدا در میآیند خب خیلی روم تأثیر گذاشت و هم کارهای همینگوی خب دنبال میکردم. یادم پیرمرد دریا خیلی رو من تأثیر گذاشت. به نوعی شیار 143 هم یه جوری پیرمرد دریاست دیگه، یعنی تهش دوباره این زن از جا بلند میشه و راه میفته و زندگیشو ادامه میده. ولی یادمه که چون خب خیلی من غرق کتاب میشدم و همه دستم شاکی میشدن دیگه، از دنیای اطرافم هیچی نمیفهمیدم، جلوی کتاب خوندن من گرفته بودن و من کیا گرفته بودن جلوی کتاب خوندن؟ خانوادم. چرا؟ خب چون که نه با کسی حرف میزدم دیگه، نه نون میخوردم، نه شام میخوردم، نه نهار میخوردم. و بعد ما کرسی داشتیم، بابای من یه لامپ میذاشت زیر کرسی، من سرمو میکردم شبا که همه میخوابیدن کتاب رو زیر بالش میذاشتم، کتاب رو من میذاشتم میذاشتم زیر کرسی. شما سرت زیاد نیست به کرسی نباید بخوره؟ چرا کرسی میذاشتیم یه موقع برای اینکه در واقع نفت زیاد مصرف نشه اینجور شد و میرفتیم زیر کرسی، در واقع با لامپ بود و من بله اونجا کرسی بعد جای زغال لامپ گرفت. آره داره. بعد من کتاب رو اونجا کرسی مدرن‌تر شد، برقی شد، لامپ. آره شد. بعد من کتاب اونجا میخوندم و هر از گاهی میومدم یه بالا نفس میگرفتم دوباره رفتم اون زیر و کتاب ادامه میدادم. اینجوری من خیلی خب علاقه من بودم و دیگه من اون تاریخ مثلا چی کتابی رو مثلا خیلی غیر از ناقوس ها که همینگوی دیگه چی؟ خیلی بود مثلا سینوها رو میخوندم، خیلی بچه بودم سینوها رو خوندم. و خب بعد از یه رمان ایرانی چی خوندین؟ الان داریم من خب دیگه من رمان ایرانی رو از 17 سالگی شروع کردم. مثلا با چه رمانی جذب ایرانی ها شدی؟ من با بوفکور. بوفکور خوندی؟ بله. واقعا؟ آره کامل خوندی؟ بله بوفکور لذت بردین؟ آره. بعد رفتم کارهای چوبک رو دنبال کردم، غلام حسین ساعدی رو نمیدونم فلان. از یه جایی یه دفعه من با یه ادبیات معاصر ایران که اون موقع خیلی هم نخبه‌گرا بود اینا آشنا شدم و خیلی یه دفعه نگاهمو به همه چیز عوض کرد. 17 18 سالم بود
و تا حالا خیلی کتاب خونده بودم، ولی هرچی گیرم اومده بود خونده بودم. دیگه اون قصه‌ای که می‌خوندید قصه‌ای بودن که شاهاباد منتشر می‌شدن و کتابایی بودن که در واقع قصه‌ای بودن که جذاب و سرگرم کننده بودین. حالا اومدیم به رمان‌های جدی‌تر. ساعدی و از این قضیه اینا. و همون موقع شروع کردم به دوباره داستان گفتن و شعر گفتن و فلانی حرفا، و سال 75 دیگه اولین داستان من به صورت جدی توی نشریات دنیای سخن و نمیدونم ادبیات داستانی اینا چاپ شد، که دیگه 78 هم اولین کتابم چاپ شد و تا الانم که 31 کتاب. بابا 31 خیلی خوبه. پس سایدی دوست داشتی؟ سایدی خیلی دوست دارم. چه اثرش تو قصه‌اش دوست داشتی؟ راستش من یه داستان کوتاهشو خیلی دوست دارم و بسیار برای من عجیب و تکان دهنده بود، به اسم خاکسترنشین ها، تو مجموعه آقای سپانلو. آره تو اون چاپ شد و خیلی این کارو دوست داشتم. اون موقع که اصلا رئالیسم جادویی مطرح نبود و اینجا حرفشو نمی زدن و اینها، اون کار رئالیسم جادویی بود. اصلا بعضی از کارهای سایدی این حالت در واقع اون زمان خیلی زودتر از زمان خودش. خیلی زمان خیلی با همای بین دهه آخره دهه 40 دیگه فکر و بعد که این آرامش در حضور دیگران هم تو گداهای قومه که داستانه راجع به گداهای قومه، و انقدر این گداهای قبرستونای قومو خوب توصیف کرده که اصلا فکر میکنی از رفته توشون زندگی کرده و خیلی متفاوت بود. و واقعا یکی از قصه‌ای که تاثیر گذاشت. بله واقعا یکی از آرزوام اینه که یه روز بتونم یکی از کارهای دولت آبادی خوندی؟ دولت آبادی که قورت میدم، یعنی خب خیلی نثرش رو دوست دارم و یه جای دیگه هم گفتم که من کلیده رو هنوز جلد آخرش رو تموم نکردم، دلم نمیاد تموم کنم، و در واقع کارهای دولت آبادی رو من سطر به سطر میخونم و در واقع یه جورای مینوشم کاراشو اینقدر که دوست دارم. و کلن اثر خوب که بخونم یا فیلم خوب ببینم نمیتونم راحت تمومش کنم، مثلا برم تو خونه که میذارم میبینم عشان بشم تا آخر ببینم و دیگه تموم شه بلنشم برم. تو نویسندگان خانم که پس از انقلاب خیلی شهرت پیدا کردن یا قبل از انقلاب هم بودن، کدومی که بیشتر دوست داری؟ من سیمین دانشورو. خب اون که هممون دوست داریم، غیر از اون تو نسل جدیدتر. آها تو نسل جدیدتر فریبا وفی رو دوست دارم. درسته بله. آره خیلی راستش خود سختگیرم تو این زمینه. آره تو خانم ها یک کمی دیگه چیزی دیگه. آره غزالی علیزاده از چیز خوندی؟ آره ولی نه خیلی ارتباط نگرفتم، ولی در واقع زویا پیرزاد رو دوست دارم. آره دیگه چیزی دیگه یادم نمیاد. تو نسل تازه تر چی؟ تو نسل تازه ترم اصلا آخرین رمان تازه‌ای که خوندی چی؟ ایرانی. راستش من تا الان خیلی وقته که مدت هست که من دارم هی فقط همشهری داستان میخونم، یعنی بح. چون وقت نمی کنم برم سراغ داستان کوتاه رمان و اینها. آره دارم یه مدتی که فهمم دارم هی همشهری داستان میخونم. تو کارهای جدید مثلا پل معلق محمد رضا بایرامی رو خیلی دوست دارم که دلم هم میخواد یه روز بتونم یه نسخه سینمایی ازش داشته باشم. خیلی آرزو دارم. نمیدونم حالا ادبیات کمک میکنه بسیار به سینما؟ خیلی آدم که ادبیات بدونه خیلی کمک میکنه. به نظرم خیلی کمک میکنه، برای اینکه من اصلا اولین فیلم داستانیم خیلی راحت و بدون لکنت ساختم، میدونین، با اینکه هیچی از سینما نمیدونستم. آقای جیرانی من زمانی که شروع کردم فقط فیلم بین خوبی بودم، یعنی من همه فیلم های خوبه مثلا آنتونیونی و نمیدونم فلینی و همه این موج نو فرانسه رو اینا همه رو دنبال میکردم. تو ویدیو دیدی اینا رو دیگه؟ آره دیگه تو ویدیو. سنت بالا نیست؟ نه تو ویدیو دیدم. آره ولی دنبال میکردم، یعنی همه اینها رو دنبال میکردم. و یعنی از یعنی شروع علاقت به سینما آنتونیونی فلینی و ایناست؟ بله. آره چرا نه دیگه، شروعش که به بچگی این برمیگرده و فیلم هندی و نمیدونم اینجور چیزا، ولی از یه جایی در واقع یعنی شعله دیگه، قبل از شعله. حالا مثلا سپید دندان و نمیدونم قول چراغ جادو اینا که میذاشتن اون موقع ها و خیلی در واقع مهم بود تو خانواده ها و اینا، ولی بعدش یه جایی دیگه از همون 18 سالگی در واقع اون این همراه سایدی آنتونیونی هم برای جدی شد. آره دیگه از آنتونیونی مثلا چه فیلم برای جدی شد؟
چه فیلمی دوست داشتی؟ همون یه فیلمی هستش که میگن در واقع خیلی علاوه تم شبیه کار آقای فرهادیه، درباره الی. اسم فیلم اولشه، من اصلا به سفیده رو میگی. آره به آره چیز آره. اسمش الان من یادم رفته. آره یکی از نخستین کارهای آنتونیانیه. آره من اصلا کارهای آنتونیانی الان یادم رفته اسماشونو. کسوف رو دیدی؟ نه. آگراندیسمان دیدی؟ آگراندیسمان دیدم، آره خیلی دوست داشتم. حرف خبرنگار رو دیدی؟ بله، شبهای سفید ویسکونتی رو یادم میاد که خیلی دوست داشتم. نمیدونم مرگ در ونیز، نمیدونم رفتی تو ویسکونتی؟ ویسکونتی دنیای دیگه ایسا؟ همه رو دیگه میخوام بگم، یعنی دنبال میکردم. هشت و نیم و نمیدونم رفتی تو فلینی؟ آره و... فلینی اکثرش آثارش رو دیدی دیگه حتما دیگه. بله، بعد دوباره برتولوچی و نمیدونم این سینما رو دنبال میکردم. یعنی سینمای امریکا اصلا مدلقت نبود؟ نه الان هم نیست. نیست. فقط سینمای مستقل امریکا رو دوست دارم. الان هم بعضی وقت فیلم ها رو دیدی؟ سینما مستقل امریکا کدوم فیلم ها؟ باز باید الان فکر کنم یادم بیاد. مثلا خدایا این سارا پلیس ساخته بود یه فیلمی. فیلم های هنری امریکایی. آره. و فیلم های تجارتشون اصلا نمیبینی. مثلا من روزی روزگار آمریکا رو خب دوست داشتم، میدونی؟ تجی لونر مثلا. آره. الان سینمای هالیوود ببینم، مثلا نیکول کیدمن بازی میکنه، اصلا به نظرم خیلی تصنعی، بازی ها تصنعی دیگه. نوع فیلم هایی که من میسازم دیدین دیگه، خیلی جنس مستند داره و خیلی نمیتونم یه بازی خیلی قلوف شده رو تحمل کنم و به نظر من سینمای آمریکا و هالیوود خیلی بازی قلوف شده داره. فیلم های جدید چه همینطوریه؟ مثلا کدوم منظورتون؟ مثلا من اصلا احساس میکنم اینا تو دیگه تفلک از بین رفت، برای اینکه من عاشق فیلم عشق سعیش بودم، زیبا بودم، بابل بودم، حالا بابل باز درجه پایین تر 21 گرم بودم و وقتی بردمن رو دیدم واقعا عجیب بود برام. دیگه بدتر از همه این فیلم آخرش بود که دیگه دیدم اون نگاه عمیق. تو معتقدی خرسه بهتر بازی میکنه چی؟ نه فیلمه که فیلم تو استانداردهای خودش همه چی عالیه، ولی میخوام بگم اون عمق و نگاه عمیقی که اینا تو فیلمهای قبلیش داشت دیگه اینجا نمیبینم. چیه به نظر چی تغییر کرده؟ آخرش هم دیدی که روح زنه اومد و با روح اصلا من چیز عجیب بود برای من. چی به نظر تغییر کرده اینا تو؟ ایناریتو هالیوودی شده. هالیوودی شده. هالیوودی شده. تو دوست نداری میخوامون ایناریتوی قبل از هالیوود؟ آره من ایناریتوی قبل از هالیوود دوست دارم، چون برمیگرده به جزئیات زندگی، عمق روح انسان‌ها، تعاملات بینشون و اصلا یه چیز عجیب غریبی. با سینمای همجوار آشنا هستی؟ سینمای ترکیه؟ ترکیه هم فقط همون نوروبیگلی جیلان رو در واقع دوست دارم و چرا تا اونجا که بشه و دنبال میکنیم دیگه سینمای جهان رو معمولا میبینم دیگه، دنبال میکنم. یعنی اهل دیدنی؟ اهل خواندنی؟ بله اهل هنوزم اهل هر چیزی رو نمیبینم، ولی خب چون هر چیز بدی ببینم بعد از این مدت احساس میکنم دیگه ذهنم داره خراب میشه. هر چیزی رو نمیبینم، ولی اگه خوب ببینم دیگه خیلی احساساتی میشم. مثلا من یه فیلم عمر هانی ابوسعد رو میدیدم، بعد نمیتونم فیلمم یه سره ببینم، هر 10 دقیقه یه بار باید بلندشم میذاره بالا پایین بپرم و نمیدونم تو آشپزخونه برم و یه چای بخورم، یه ذره فکر کنم و اینها، بعد یا به شوهرم زنگ بزنم بگم که من یه فیلم خوب دیدم، اونم تو جلسه باشه، هی بگه که من تو جلسه هم، بعدم به تو زنگ بزنم بگم بابا من یه فیلم خوب دیدم، میخوام احساساتمو بروز بدم و اینجوری من فیلم خوب میبینم. آره بیاخه فیلم خوب دیدن تو خونه همینطوری آدم راه میره فیلم میره. بله. چای میخوره، سیگار میشه، حرف میزنه. تو سینما مفجر میشه، میتونی ابراز کنی. بله. تو سینما باید بشینه آدم همینطور احساس چیز بکنه دیگه. که باید چیکار کنه بکن. سینمای مورد علاقه یه سینمای روشنفکریه. بله. خودت داری الان هم با نفس داری به سمت اون جریان میری با قصه های خاص، یعنی با قصه ویژه‌ای دیگه. آیا میشه گفت که مسیر بعدیت این سینما کامل تر میشه و در واقع خودت رو پیدا میکنی در یک جایگاه دیگری؟ راستش من در واقع فکر میکنم باید یه طوری باشه که من بتونم هم مخاطب عام داشته باشم هم خاص، و این خیلی سخته. من فکر میکنم جامعه ما، دولت ما، همه باید دست به دست هم بدم، سلیقه مردم بکشن بالا. یه زمانی بشه که مثل مردم فرانسه برن فقط فیلمای
خاص و خوب رو ببینن. فیلمایی که هر فرانسه هم فیلم خاص و خوب نمیدن. حالا ممکنه الان اصلا جهان نیست، آمریکاییش میبوشه خاصش نمیبوشه. آره ولی خب الان جهان به سمت دیگه به هر حال نمیدن یه کمدی سخیف سالوناشون بکنن. اونجا هم چرا اونجا هم فیلم همه همه جای دنیا فیلم های تجارتی شدیه همه. ولی سطح فرهنگی کشورها با هم فرق میکنه. سطح فرهنگی بله. میدونید ما به هر حال فکر مورم که باید به یه جایی برسیم که نگاه و سلیقه مردم رو ارتقا بدیم. نه خودمونو در حد نگاهی که حالا اونا خیلی دارن دنبال میکنن بیاریم پایین. و این کاری نداره که تو مدارس ما جلسات تحلیلی برگزار بشه راجع به فیلم ها، راجع به کتاب ها، کارشناس بیاد حرف بزنن و بچه ها رو از اول با این نگاه بار بیارن که به راحتی هر چیزی رو نپذیرن و تحلیل داشته باشن راجع به یه فیلم. کمان که الان سینمای ما خیلی بهتر شده نسبت به مثلا 10 سال پیش. الان میبینیم اگه یک کمدی سخیف بیاد مردم استقبال نمیکنن، دیگه میفهمند که اینو دیگه دوست ندارن. تو فروش فیلم امسال میدونین چه فیلمیه؟ سالوادور میگی؟ آره. آره ولی خب من سالوادور هم فیلم سخیفی نیست. نه من نمیخوام بگم سخیفه. آره. ولی پر فروش فیلم امسال سالوادوره. ولی ما قبلا یه فیلمایی داشتیم که واقعا نمیتونستید آره. هیچیشو تحمل کنید. نه این که در واقع فیلم سالوادور باز خیلی متفاوت هست از فیلم مثلا آقای که فرابخش تهیه کرده، خب کاملا مشخصه که این نمیفروشه و میفروشه، این درسته. ولی در واقع باز هم فیلم های سبک و سطحی و ساده میفروشن دیگه، فروش بالا پیدا میکنه. نه ولی خب البته در کنارش فروشنده هم میفروشه. خب دیگه در کنار شبد یک روزه میفروشه. بله. آره خب دیگه در کنارش اتفاق افتاده. آره حتی شیار 143 که یه کار جنگی بود و معمولا مردم از کار جنگی خیلی استقبال نمیکنن، تازه پشت صحنه جنگ بود، اون اکت و اون تعلیق و اینا رو نداشت، فروخت. میخوام بگم الان خیلی اوضاع بهتر شده. ملودرام میفروشه دیگه، به حال ملودرام در دنیا میفروشه، در ایران میفروشه. آره من حالا دارم فکر کنم به سمتی آدم بره که بتونه هم مخاطب عام و هم خاص رو به یه شکلی داشته باشه، برای اینکه سینما به هر حال یه خورده بازگشه. نفس یه خورده مخاطب خاصی ها. نفس مخاطب خاصه ولی من کامنت خوبی از مخاطب عام هم گرفتم. یعنی من حتی اون موقعی که فیلمو تدوین کردم توی دفترمون نمایش دادیم، مخاطب عام می اومد مثلا تو خیابون نگهبانه مثلا ساختمون رو آوردیم، نمیدونم یه آقایی بود واکس میزد اونو آوردیم فیلمو دید و خیلی هم براشون عجیب بود که دارن تشریف میارن اونجا و پذیرایی هم میشن فیلم هم میبینن. و از اول هم بهشون گفتیم فقط میخوایم ببینیم این فیلم شما رو خسته میکنه یا نه، بیرو درواسی اگه به ما احترام میذارید حرفتون رو بزنید، اونها رو خسته نکرد. یعنی خیلی هم خب بسته به اینه که طرف تو چه شرایطی ببینه. اینه که من فکر کنم نفس با توجه که خیلی به موقعیت های واقعی زندگی مردم میپردازه و هر کسی میتونه یه جوری خودش رو پیدا کنه تو اون سالها یا حتی تو همین سالها و در واقع میتونه فانتزی ها و تخیلات کودکی اونو زنده بکنه، من فکر کنم که مخاطب عام هست. پس خودت معتقدی باید بری به سمت سینمایی که هم مخاطب عام داشته باشه هم مخاطب خاص؟ بله. یعنی بتونه هر دو راضی کنه. آره. اما سمتگیری مخاطب خاصت سمتگیری اصلیت خواهد بود. بله. و بله. این جهتگیری اصلیت خواهد بود، چون اون سینمایی که تو میگی هنوزم آنتونیونی رو تاثیر داره یا نه دیگه عوض شدن فیلم سازا؟ نه تاثیر داره ولی خب اون موقع خیلی جوش بهتر بود. الان مثلا من فیلم آنجلو پولوس رو میبینم بازم میبینم و یه جاهایی برام تصنعی دیگه، نمیتونم اینجور سینما رو حتی دوست داشته باشم. اون موقع دیگه خیلی دوست داشتم. و الان مثلا آخرین فیلم خارجی که دیدی دوست داشتی چی بوده؟ یکی همین عمر هانی ابوسعد دیدم که خیلی دوست داشتم دیگه. یه فیلمی دیدم به این ویکتوریا، اونم پلان سکانس بود اگه اشتباه نکنم، کاری بود که خیلی دوست داشتم. یه کاری از سینمای ایتالیا دیدم به اسم واقعیت، نمیدونم حالا ریلیتی میشه احتمالاً دیگه انگلیسیش، اونم پلان سکانسی بود ولی سکانسای کوتاه، ولی کاری بود که خیلی دوستش داشتم. مثلا فیشتان که کاری ازش خانم انگلیسی، خیلی اون کارو دوست داشتم. ولی خب اونا هم باز همه وجوه هنری داره و ولی در این حال هم یه نگاه اجتماعی به از اون فیلمایی که وجوه هنری رو با مثلا سرگرمی خوب با هم قاطی کرده و موفق شده چیزی تو ذهنت هست؟ من به نظرم کارهای ایناریتو اینطوریه، میتونه مخاطب عام خاص با هم داشته باشه. کارهای فرهادی اینطوریه. آره کارهای فرهادی برای ایناریتو اینطوریه. آره بله. تو ایران فرهادیه، تو دنیا ایناریتو دیگه، مخلوط ترکیب بله. دو تا رو داره دیگه. آره تو فرهادی رو دوست داری؟ بله. فروشنده رو دوست داری؟
دوست دارم، ولی نه نسبت به جدایی و درباره الی کمتر دوستش دارم. آه، یعنی اونا بهترین فیلم فرهادی به نظر کدومی کیه؟ جدایی. آه، جدایی بهترین فیلم شد. بله. بعدش درباره الی احتمالاً. بله. و بعد میرسی به فروشنده احتمالاً. بله. آره، بعدش هم شهر زیباست و اون فیلم های اولیه. آره، آره، اون فیلم های اولیه. فیلمساز مورد علاقت در ایران از اول این بوده یا نه؟ چون یه فیلمسازهای دیگه هم داشتیم. ببینید، من یه زمانی با فیلمهای آقای حاتمی که خیلی گریه میکردم، خیلی دوستشون داشتم. استاد ملودرام ریدری لحظات بی‌نظیره. و خیلی نگاه هم و اصلا یه چالش تو ذهنم ایجاد کرد، تکونم داد یه جاهایی. کدوم فیلمش مثلا؟ حالا یه فیلمی که شاید خیلی هم باز دوست نداشته باشن، نمیدونم، ولی از کرخ تو راین. اون که همه دوست دارن. آخه به بعضیا میگیم میگن نه بابا اون خیلی ملودرام و نمیدونم خیلی تو سینما من... همه گریه میکردن، ما هم گریه کردیم. آره، من هم گریه میکردم. و ملودرام یعنی گریه کردن، اشکالی هم نداره گریه کنن. با به خدا اشکال نداره. ولی به ما انقدر ایراد گرفتن شما گریه کردن بعده. به خدا دست خودم نبود. اگه ملودرام تونست گریه بیاره، همه ملودراما گریه نمیارن. اگه ملودرام تونست گریه بیاره بهش باید آفرین گفت. بعد از کرخ تاران گریه آورده. بله. اون دیگه این نجابت و معصومانگی تو کارهای آقای حاتمی کیا بود که خیلی دوست داشتم. بعد دیگه خب بالاخره الان آقای فرهادی رو خیلی دوست دارم. از بچه‌های جوون مثلا من فیلم ممی رو چند وقت پیش دیدم، از اون فیلمایی که به هر حال مخاطب عام دوست نداره، ولی من فیلم خب خیلی دوست داشتم. کار آقای برزگر رو دوست دارم، نمیدونم. بچه‌های جوون بعضیشون خب خیلی از خانمای فیلمساز مثال از خانمای فیلمساز خانم بنی اعتماد دیگه، از خانم بنی اعتماد خب فوق‌العاده است. قصه‌ها خیلی دوست داشتی؟ و من خیلی ازشون یاد گرفتم، همیشه از رفتار و منششون، از نگاهشون تو فیلم. بله، همه فیلماشون رو دوست دارم. و اخیراً هم مثلا خانم پناهنده رو دوست دارم، فیلم ناهیدو. آره. و دیگه کی؟ خانم های فیلمساز تعدادشون زیاده. آره. خانم تهمینه میلانی. اگه من یادم نمیاد دیگه. خانم پوران درخشنده، خانم بله. تهمینه میلانی. همشونو بالاخره همه دوست داریم. همه دوست دارم. ولی بعضی بیشتر بعضی کمتر. بعضی رو خیلی بیشتر دوست دارم. ما نمیپرسیم کیا رو بیشتر دوست داری که تو دعوا بندازیم با خانم. آره، ولی همشونو دوست دارم. دعوا میکنن. و اینو میدونم که انقدر فیلم سازی کار سختیه. و خانمایی که میان در واقع فیلم میسازن خب خیلی کارشون سخت‌تره، برای اینکه 10 برابر یه مرد باید خودشونو ثابت کنن. یعنی اگه یه مرد واقعا میخواد زحمتی بکشه فیلمی بسازه که اونم کار سختیه، اما یه زن باید خیلی بگذره تا خودشو ثابت کنه. و اینکه یه خانم زن فیلمساز خودشو ثابت میکنه و فیلم میسازه و میمونه، خیلی کار بزرگی انجام داده. به خاطر همین همشونو خیلی دوست دارم و احترام میذارم. خب این هفته تو قسمت ریویو فیلم ایرانی می‌خوایم درباره نفس نرگس آبیار صحبت بکنیم. خب همونطور که در جریانیت، امروز فیلم نفس خانم آبیار اکران شده، به نمایش عمومی در اومده. یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین فیلم‌های امسال سینما ایران به نظر من در کنار فروشنده اسخر فرهادی و ایستاده در قبال محسن مهدویان بهترین فیلم‌های امسال سینما ایران و بسیار بسیار تماشایی زیبا و خیال برانگیز. بیاین از همین خیال برانگیز شروع بکنیم درباره سینمایی که تا جایی که میشه چه به صورت دقیقه از جانب تهیه کننده و چه به صورت فرهنگی، اون چیزی که از گذشته ما میاد، یک ضدیت یا یک تضادی با فانتزی داره یا با در حقیقت خیال انگیز برگزار کردن موضوعات داره. از قدیم همیشه اثر هنری ویژه یا اثر جدی در نظر ما اثری بوده که بتونه مو به مو یا عین به عین در حقیقت مناسبات واقع گرایانه را از جامعه منتقل بکنه به سینما، در حالی که مدت‌های مدید سینما ایران کمبود یا در حقیقت خواست فانتزی رو احساس میکنه. فیلم خانم آبیار یک فیلم جدیه در راستای پرداخت به یک فانتزی، به این معنا که شخصیت اصلی فیلم با بازی با حضور به یادموندنی ساره نور محمدی دختر بچه‌ایه که در واکنش به شرایطی اتفاقاتی که پیرامونش داره میفته پناه میبره به خلوتش، پناه میبره به ذهنش و پناه میبره به فانتزی که میتونه برای خودش به وجود بیاره
برای مقابله، حالا اون کوچکتر از اونه که فکر بکنه این گارد دفاعیشه، ولی به صورت غریزی برای در حقیقت بهتر کردن یا لذت بخشتر کردن زندگی. فیلم جدید خانم آبیار نفس شباهت‌های آشکاری هم با فیلم قبلی ایشون داره، یعنی مشخصا شیار 143. شیار 143 هم فیلم خیلی خوب و فیلم خیلی موفقی بود. حالا با توجه به بحث‌های حاشیه‌ای که پیرامونش به وجود اومد، امکان بحث بهتر و جدیدتر رو از خودش سلب کرد. خیلی ها هنوز شیار 143 رو تماشا نکردن. فکر می‌کنم تماشای فیلم نفس فرصت خوبی باشه یا بهانه خوبی باشه برای اینکه فیلم قبلی خانم آبیار هم فارغ از این برچسب‌های در حقیقت ایدئولوژیک و صرفاً به عنوان یک اثر هنری دیده بشه و فهمیده بشه. شباهت‌های مشخصی که دو تا فیلم دارن، حالا نفس و شیار 143، برمیگرده به شکل خاصی از طبیعت که نرگس آبیار توی فیلم‌هاش خلق می‌کنه. یک جور طبیعت بسیار خشن، سنگدل، که انگار به جای اینکه به آدم‌ها امکان یا فرصت زندگی کردن بده، با خشمش، با مسائلی که به وجود میاره، امکان راحت زندگی کردن یا حتی طبیعی زندگی کردن از اونها سلب می‌کنه. اینجا هم خب وجود داره. از همون ابتدا ما کودک رو در مواجهه با اتفاقات خشن پیرامونش می‌بینیم و تأثیری که اتفاقات روی بچه میذاره و تأثیری که بچه بر مبنای فانتزی سعی میکنه روی اتفاقات دنیای واقعی بذاره. در حقیقت فیلم یک دیالوگی مداوم بین دنیای واقعی، فضای واقع‌گرایی که فیلم توی ساخته شده و فانتزی که این بچه داره بهش فکر میکنه و داره توی زندگی میکنه. در حقیقت پیامد همه اینها، نفس به لحاظ روایی هم فیلم خاصیه برای سینما ایران. چرا فیلم خاصیه؟ از این نظر که خب ما فیلم های کمی داشتیم که مشخصا یا متناسب بر مبنای الگوی سینمای هنری اروپا توی دهه 60 میلادی توی سینما ایران ساخته شده باشن. به چه معنا سینمای دهه 60 میلادی اروپا؟ به این معنا که این فیلم ها متفاوت با فیلم های آمریکا یا فیلم های هالیوودی به دنبال حادثه یا داستان یا ماجرا نیستن. انگار کل فیلم اختصاص پیدا میکنه به پرسه زنی، در حقیقت حرکت کردن یا پر شدن از لحظات مختلف و متنوع پیرامون شخصیت اصلی، بدون اینکه یک ماجرا و داستان اصلی در کار باشه. اینجا هم همینه، یعنی کارگردان فیلم نفس هی وقوع حادثه یا وقوع اتفاق رو به تأخیر میندازه، هی شما رو در آستانه یا مواجهه با یک ماجرای عجیب، منظورم یک اتفاق دراماتیک عجیبه، هی شما رو دور میکنه از اون تا پایان فیلم، تا اتفاقی که در پایان فیلم میفته و عملا کل مسیری که فیلم سپری کرده شبیه به فیلم های هنری اروپایی رو معنی میکنه. طبیعتا پایان فیلم رو اینجا بهتون نمیخوام لو بدم، فراتر از اینکه خب پایان فیلم رو اول لو داد برای اینکه امکان طبیعی دیدن فیلم مسدود میشه و از بین میره، مشخصا فیلم نفس از اون فیلم هاست که انقدر اون تجربه زیبایی شناسی و تجربه استاتیکش ویژه است که خودتون توی سالن یک به یکش رو تا لحظه پایانی باید تجربه بکنید. برای همین اگه کسی خواست قصه فیلم رو یا در حقیقت پایان فیلم رو براتون تعریف بکنه، نذارید این کار رو بکنه، با خشونت باهاش برخورد بکنید و خودتون طبیعی بدون اینکه دانشی درباره فیلم داشته باشید، بدون واسطه به تماشای فیلم بشینید. درباره در حقیقت عوامل فنی فیلم هم اگه بخوایم صحبت بکنیم، جوانان با استعدادی هستند که دارن خودشون رو تحمیل میکنن به سینما ایران. مشخصا فیلم بردار فیلم ساید نیکسات کارش خیلی خوبه، کارش فوق‌العاده است و تدوین فیلم کار سجاد پهلوان زاده، یکی از تدوینگرای با استعداد سینما ایران، تدوینگر جدید با استعداد سینما ایران که کار تدوین ایسای در غبار هم داشت فوق‌العاده بود، اینجا هم فوق‌العاده است. و موسیقی مسعود سخاوت دوست که یک موسیقی مینیمال، خیلی کم هنج و در حقیقت نقطه گذارانه است برای نقاط عطفی که این شخصیت یا دختر بچه در طول داستان از سر میگذرونه. طبیعتا با همه این حرفا و همه این توضیحات تماشاشو 100% بهتون توصیه میکنم، چون که از ویژه ترین و بهترین فیلم های سالهای اخیر سینما ایران در ستایش زیبایی، سلیقه، شعور و هنر.
تعابیری که الان وجود داره در نقد ها، در نقد هایی که در واقع بعضی نقد ها وجود داره، سینمای شبه روشنفکرانه یا سینمای ارزشی یا سینمای غیر ارزشی، اینا چقدر این تعابیر رو جدی میگیره و چقدر این تعابیر مبتنی هستن بر تعاریف درست؟ من اصلا جدی نمیگیرم راستش، با اینکه الان اصلا هیچ تعریفی از سینمای ارزشی ما درست حسابی نداریم، هر کسی یه چیزی میگه. من حتی این اواخر اعلام کردم که من کارگردان ارزشی نیستم. انقدر نگید کارگردان ارزشی، هیچ جام هیچ ادعا نکردم من کارگردان ارزشی باشم، چون اصلا تعریف درستی از ارزش ما نداریم تو مملکتمون. البته با ارزش ها مخالف نیستی، چون این حس به وجود نیاد که آقای آتمیکی یکم دلخور شده بود از اینکه تو آخه این نه آره من منظورم چیز دیگه یه. آره آره. من میخوام بگم که وقتی که شما به شما میگن کارگردان ارزشی، صرفا برای اینکه فیلم مثلا جنگ ساختید یا فیلم، یعنی معتقد اون کسی که فیلم اجتماعی میشه سینما من ارزشی. میگم که در واقع فیلم جدای نادرست می فیلم ارزشیه از نظر من، برای اینکه به اخلاق میپردازه، به فلسفه اخلاق در زندگی میپردازه، میدونید. و وقتی که میان واژه ارزشی رو یه جوری استفاده میکنن تو خبرهای جاهای دیگه، که اولا با یک فیلمساز سرکیسه کن یکی میشه، میدونی سرکیسه کن یعنی منظور چی؟ یعنی اینکه فیلمسازی که هی میرن نهادها پول میگیره فیلم میسازه. به بعد خودت نگرفتی از نهاد تا الان؟ من تا الان نه. شیاری که ما با در واقع شخصی ساخته شد شیار 143، علارغم همه حرفایی که زدن برامون که واقعا خیلی به ناحق بود، برای اینکه شیار 143 کاملا اصلا شیار 143 یک فیلم زده جنگ میدونستن اون موقع که ما می‌خواستیم مجوز بگیریم. دو صفحه براش اصلاحیه نوشتن، اصلاحیه که معلومه شما بگم میخندین، که خانوم مادر در واقع شهید الفت آخر فیلم برای اینکه کار ضد جنگ نشه بگید که این قالیچه رو میبره با خودش میبره جمکران و میگه خدایا شهید من پسر من با یاران امام زمان برگرده. این حرفه شما بگو اصلاحیه. آخه ببینین بعد منم مجبور بودم قبول کنم بگم چش دیگه. گفتم فوقش دو ورژن میگیرم دیگه، اگه اونو قبول نکردن، چون من که میدونم فیلمم ضد جنگ نیست، ضد جنگ هم اصلا اونم حالا راجبش حرف دارم که ضد جنگ اصلا چیه و چقدر واجه میخوده. من حرفت قطع کردم، سرکیسه کن منظور اونایی که از بودجه استفاده میکنن و فیلمای خوبی هم نمیسازن. شما دقت کنید تو خبرها چجوری میاد. البته نه اون رسانه هایی که واجه ارزشی رو به معنی خوبش میگیرن، ولی وقتی که یک رسانه مشکل داره با این ماجرا هی می نویسه مشکل داره با سینما فلان فیلم فیلمساز ارزشی رفته فلان جا بودجه بگیره مثلا بهش ندادن یا دادن نمیدونم چی، یا فلان نمیدونم 10 میلیارد پول گرفته خرج فیلمش کرده، میدونین. بعدم هی میگن این فیلمساز ارزشی گفت. خب این اصلا واژه‌ای که داره خیلی ازش سوء استفاده میشه. در نتیجه تعریف درستی از ارزش تو مملکت ما وجود نداره. این که صرفا یه فیلمساز فیلم جنگ میسازه یا فلان بهش میگن ارزشی، به نظر من درست نیست. هر فیلمساز که راجع به معنویت میسازه، راجع به خدا میسازه، راجع به اخلاق میسازه، فیلمساز ارزشی محسوب شد. اگه اونا رو هم ارزشی محسوب میکنن من هستم، ولی اگه به اونا میگن نه سیاه نمایی و نمیدونم سختی های جامعه ما رو نشون میدن و فلانی حرفا، من اینو قبول ندارم. ولی در واقع من این توضیح رو بدم که شیار 143 با هزینه شخصی درست شد، چون باهاش مخالف بودن، میگفتن این فیلم ضد جنگه. کیا باهاش مخالف بودن؟ یعنی تمام جاهایی که پول میدن میخوام پول بدن گفتن اینطوریه فیلم، یعنی سناریو رو خوندن به شما گفتن این فیلم ضد جنگیه و پول نداره. بله. و فیلم نفس فیلمی بود که من فکر می‌کردم خیلی من راحت این فیلمو می‌سازم، دیگه به من اعتماد میکنن و خیلی جاها ارائه دادیم. تمام جاهایی که ممکن برای یه کار جنگ و دفاع مقدس پول بدن همه رد کردن این کارو، برای اینکه میگفتن روح حماسی تو این کار وجود نداره. و من مجبور شدم، مونده بودیم چیکار کنیم، فقط یه فارابی گفته بود من یه مبلغی کمک میکنم، که کمک کرد. آره، تازه فارابی هم مشروط اولش گفته بود، ولی بعد که فیلمو دیدن و دیگه دوست داشتن دیگه گفتن، یعنی قبلش گفتن به شکل وام، ولی بعد گفتن که حالا که فیلمو دوست داریم دیگه در واقع کمک. ویژگی این نفس اینه که هم انقلاب توش هست هم جنگ توش هست، بدون اینکه تبلیغاتی بشه و قشنگ همین مفاهیم هم جنگ و هم در واقع انقلاب توش قشنگ فیلم رفته از زاویه بچه. و من
خیلی این نکته قابل تحسینیه که آدم این مسائل تو فیلمش بذاره و سعی نکنه تبلیغ بکنه و سعی کنه درست از این مفاهیم استفاده کنه. بله. هم جنگ و فکر کنم الان مشکل نفس هم همین باشه، برای اینکه در واقع اینجا من کاملا از ذهن یک کودک بدون قضاوت به جنگ، به انقلاب نگاه کردم و نشونم دادم که کسانی که حالا انقلاب و جلو بردن و جنگ بیشون همین پابرهنه های جامعه بودن. بله کاملا مشخصه. آره. تو فیلم بدون اینکه اغراق بشه، بدون اینکه روش تأکید بشه، ما درک میکنیم و در واقع این نکته خیلی ممتاز فیلم نفس است. من فقط اینجا اضافه کنم که بعد از اینکه ما پیش تولید شروع کردیم و دیگه ناامید بودیم از اینکه جاهایی بیان به ما کمک کنن، علارغم اینکه خیلی حرفا میشینیم که نمیدونم اینا 30 میلیارد از کجا گرفتن، 20 میلیارد از کجا گرفتن، شما دیگه خیلی حرف میزنید. ما الان یه دونه دفتر به قول شوهرم عریضه طویل 40 متری داریم، 40 متری که اونم اجاره ایه و داریم تو اونجا کار میکنیم. و این خونتون در کجاست؟ خونتون اجاره ای؟ ما خونمون هم سهروردیه و در واقع اونجا نخریدیم دیگه، چون من اصلا قبل از که فیلم ساز بشم خونه داشتم، همسرم هم خونه داشت. اینه که دیگه به خدا از هیچ جایی از جای دیگه نگرفتیم. آره. و در واقع شیار 143 خب خیلی بهبه و چهچه شد و پشت سرش وایستادن و خیلی عکس گرفتن. آره. از روشنفکر گرفته تا ولی باعث نشد فیلم بعدی من راحت بسازم. یعنی اینطوری نبود که نه. همه چیز در اختیارتون قرار نه بگیم. باعث نشد و من هر جا رفتم به من گفتن نفس روح حماسی توش نداره. من نمیدونم که یک بابای 4 تا بچه داره میره جبهه، نمیدونم همسر نداره بالا سر بچه هاش میره جبهه، بچهش مریض میشه، مریضی خیلی بدی داره، باز میره جبهه، آخرش هم که میدونید من لو نمیدم چی میشه، باز میره جبهه. من دیگه نمیدونم واقعا چجوری من روح حماسی باید تو کار نشون بدم. همه اینا رو بدون تاکید انجام دادید و همه اینا رو رئالیستی انجام دادید. این یک رمانی که در واقع قراره که یه ماجرایی رو رئالیستی تعریف کنه، به امتیاز نفس اینه که اون فضای خانواده هم انقلابیه و هم درسته و ما لمس میکنیم و چقدر پانتا پناهی ها بازی خوبی داره. البته جایزه گرفتی که حالا دیگه نمیشه تو جشنواره بین الملل جایزه گرفتی، حالا تو جشنواره فجر اگه جایزه نگرفت تو بین الملل جایزه گرفت. خانم مقدمی هم دو تا جایزه بابتش گرفتن. آره ایشون هم بازی خموس سکانس خیلی خوبی ها. بله اون سکانس خیلی خوبه، همون خوبه، هم آقای سفری خوبه، دو تایشون دیگه اگه بله. اشتباه نکنم خیلی بله. سکانس بی‌نظیریه. دکوپاژ خیلی خوبی هم داره، دکوپاژت خیلی پیشرفته تر از فیلم شیار 143. خب آدم پخته‌تر میشه دیگه، معمولا آدم پخته‌تر میشه. و فیلم نفس میدونید در ستایش کتابه، در ستایش آگاهیه، در ستایش سینماست. شما دقت کنید که ما چه ادای دینی در واقع تو این فیلم به کتاب کردیم، به آگاهی کردیم، در جستجوی دانایی شخصیت اصلیمون و اون حس و عشقی که به سینما نشون میدیم. اون زمان مردم چقدر سینما باز برشون خیلی جدی تر بود، همه اینها رو در خودش داره. و از همه مهمتر در تقدیس و ستایش تخیله، تخیلی که الان تو دنیا دیگه داره هی کم 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 رنگ میشه، کارکرد تخیل داره کمتر میشه با این فضاهای مجازی. اینها ما اون اتفاقی که قبلا داشتیم تخیلمون سیر میکرد و هیچ محدودیت ظرفی نداشت، الان این اتفاق داره کمتر میفته. بس یعنی این نظر فیلم بعدی چیه خانم؟ فیلم بعدی من باز دارم با راستش بخواییم باز روی اقتباس کتاب کار میکنم، امیدوارم که بتونیم یه اقتباس عالی داشته باشیم، ولی کتاب خودم نیست، کتاب کس دیگه. بله. برای تلویزیون میخوای بسید سینما؟ من فکر میکنم هنوز مطمئن نیستیم، ولی فکر کنم بعدا هنوز مطمئن نیستیم، بهتره که راجبش حرف نزنم. سینما رو بل نکنم، بهتره تلویزیون هم خوبه. من نمیخوام مخالف ساخت سریال نیستم، برای تلویزیون الان که در سینما موقعیت تثبیت شده یه برحال. ولی میدونین اقتباس همیشه اگه بخواین شما 90 دقیقه اقتباس داشته باشین با این وضعیت سینمایی ما که اجازه نمیده فیلم بیش از 90 دقیقه باشه،
ابتر باقی میمونه. نه اجازه نمیده نیست. ما هممون نگران تایم های بلندیم و این نکته. من 140 خورده دقیقه از شما فیلم تو کمیته انتخاب دیدم. شما بعدا فیلم رو در جشنواره برای قسمت داورا 120 خورده کردید. الان برای اکرام مثل که باز هم کمتر کردیم. بله، برای اینکه من برای اینکه در واقع تو فروش ضرر نکنم، یعنی من یک سانس به هم اضافه کم نشازم، برای اینکه یک سانس سینما دار از من کم نکنه من دوباره کمش کردم. الان فروشنده 120 خورده دقیقه است. آره دیگه. و من میخوام بهتون بگم که وقتی که شما در واقع مجبورید که یک رمانی رو اقتباس کنید، سه سال از بحران ترین سالهای کشور خودمون رو توش نشون بدین، جنگ و انقلاب، و بخواید تو 90 دقیقه هم با اون تعدد لوکیشن خلاصش کنید، این ابتر باقی میمونه. به خاطر همین اگه من برم سراغ اقتباس، میام کار سریال میکنم. حداقل میدونم که لب کلامو تونستم اونطور که راحته درسته بیان کنم و نمیدونم. بعد میگن چرا فیلم آپارتمانی زیاد شده، چرا همش توی لوکیشن؟ برای اینکه 90 دقیقه بیشتر از این مجال نمیده که شما بخواید بپردازید. نه این مسئله باش باید مبارزه کنیم که یک فیلم اگه طولانی بشه نفروختنش یا فروختن ربطی به تایم نداره. یعنی در واقع باید صاحبان پخش ها و صاحبان سینما بفهمن که اگر یه فیلم در آمده باشه، اون فیلم میتونه در تایم بالا هم ارتباط برقرار کنه. الان نفس با چند دقیقه ما میبینیم؟ الان نفس 108 دقیقه است. 108 دقیقه؟ آره. کم کردی؟ آره 120 خوردش هم کم کردی؟ آره دیگه، بازم کمش کردم، برای اینکه میگم یه سانس نمیخواستم ازم کم بشه تو سینما. ولی میدونید من در واقع خوشحالم که الان یه خورده اون تفسیر و تعبیرها از من برداشته شده به خاطر فیلم نفس. اگه یه تعبیری بود که مثلا این فیلمساز نمیدونم بودجه گرفته، نمیدونم فلانه، کار سفارشی ساخته، که اصلا اینطوری نبوده، خیلی کار دلی من بوده، قطعا من کار جنگ میسازم و کارهای دلی من هستن. یعنی به جنگ، یعنی وقتی میری به سمت جنگ با اعتقاد داری؟ با اعتقاد میرم، جنگ برام مهمه. با سفارش نمیری، جنگ هم برات مهمه. مهمه دفاع جنگ. مقدس برات مهمه، داری میری سمت جنگ، برای اینکه انقدر ماجراهای خاص و عجیب و تاثیرگذار و دراماتیک داره که من فیلمساز باید برم از این منبع و پتانسیل استفاده کنم. خیلی مهمه، کشورت هم بره، برات هم مهمه. بله. ولی واقعا این که یه خورده دسته‌بندی شد سر شیار 143 و این باعث شد که فیلم خوب دیده نشه، یه خورده منو دسته‌بندی ها. ببین فیلمت خوبه، همه جناها می‌خواستن ببینن، چرا همه این دعوا سر اینکه کی دیده کی ندیده؟ آره این ببین مثل... من فقط می‌خوام بگم من یه فیلمساز مستقلم. من شاید ذاتن دلم در واقع طرفدار رفرم باشم، طرفدار اصلاحات باشم، اصلاحات یعنی ذاتن، ولی این که من متعلق مثلا به این گروه هم به اون حزبم اینها نیستش اصلا. ذاتن شاید در وجودم دلم بخواد مثلا فقه پویا باشه، مثلا نمیدونم، میگم هر چیزی که در راستای رفرم و اصلاحات تو این کشور اتفاق بیفته، من روحیتا دوست دارم این اتفاق بیفته. اما من طرفدار هیچ حزب و گروهی نیستم، هیچ دسته‌ای نیستم و دلم بخواد خودم باشم و به نظرم هم که لطمه میخوره اگه بخوام وارد این فضاها بشم. و هیچ وقت آدم سیاسی نبودم. حالا میگن فیلمساز نمیتونه سیاسی باشه، شاید تو ذات هم یک سیاستی دارم، اما اینکه منظورم از سیاست حزب و گروه و دستبندی هاست. برای اینکه یه زمانی اومدن به من زنگ زدن گفتن که خانم آبیر با توجه به وجهی که شما الان تو جامعه داری به خاطر فیلم شیار 143 بیاین کاندید بشید برای مجلس و من مطمئنم رأی میارید فلان. گفتم ببینید من 2 ساعت نمیتونم تو مجلس دووم بیارم، اعصابم خون میشه، برای اینکه من اصلا توی من هنرمندم، آدم فارغ از این مسائلم، اصلا نمیتونم اینجوری فکر بکنم، میدونین نمیتونم تو این جنگ و جدلا و این بکش پس کشا باشم. من آرامش میخوام که بشنم یک اثر هنری بنویسم. البته اونا اون شغلشون مقدس سر جای خودشون. ببین مثلا ببین که تو نمیخوای وارد سیاست بشی، معناش این نیست که اهل سیاست به هر حال کار اشتباه میکنه. اهل سیاست دارن کار درست افتاد میکنه. بله با روحی تو سازگار نیست. یه نماینده مجلس هم میکنه داره خیلی خوب عمل کنه. ببینید یه چیز اشتباهی که تو مملکت ما وجود داره اینه که تو ظاهرت ممکنه تعبیر و تفسیر ایجاد بکنه. من مثلا من ذاتن آدم مذهبی ام،
اینم با تجربه به دست آوردم، صرفاً خانواده‌ام اگه سنتی بودن برای من اینجوری نشده. من حجاب دارم، آدم مذهبی هستم، ولی این اصلا برای من خیلی امر شخصیه و محترمه و میخوامم رعایتش کنم. این نباید تفسیر بده رو کار من، میدونین؟ دلم هم نمیخواد از این وضعیت خارج بشم، اما این نباید رو کار من تفسیر بده. بگن حالا اگه این خانم مثلا یه اعتقاد اینجوری داره، پس ممکنه فیلمساز دولتی باشه، فیلمساز سفارشی باشه، فیلمساز حکومتی باشه. این اشتباهیه که تو کشور ما متاسفانه ممکنه زیاد اتفاق بیفته. آره دیگه، تعاریف درستی نیستن. و من همون در جلسه‌ام که با قیاتم میگه بودم، من بس همین بود که تعاریف درستی نیستن، نه تعاریف سینمای مستقل تعریف درستی، نه تعریف سینمای حکومتی و دولتی سینمای درستی. و این نکته هم که بعضیا میترسن که پول مثلا دولت سرمایه‌گذاری کنه، ما فیلمای خیلی خوبی داریم که دولت سرمایه‌گذاری کرده، یعنی مثلا باشو غریبی کوچک رو کانون پرورش فکری کودکان ساخته، آرامش در حضور دیگران رو تلویزیون ساخته، گاو رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساخته. تازه معلوم شد که پشت دایره مینا هم سرمایه گذاری دولتی بوده. ببینید نکته اینجاست که اینا در واقع نکاتی نیست که ما فکر کنیم که پس فیلم‌های خوب هم با سرمایه گذاری دولتی در واقع ساخته شده. یعنی این شکلی نیست. من به بعضی اینطوری نیست که مثلا فکر کنیم هر کسی که رفته با دولت کار کرده در واقع، یا با چیز کار کرده یا با نهادهای دیگه کار کرده، ما فیلم های خیلی خوبی داریم که در واقع اینطوری. این تقسیم مادی رو بذاریم کنار، بادیگارد الان فیلم بسیار خوبیه که ما دیدیم پارسال تو فستیوال، در کنار بله. فیلم شما که یکی از فیلم های خوب امسال بود. خب این هفته تو قسمت ریویو فیلم‌های خارجی می‌خوایم درباره فایندینگ دوری یا در جستجوی دوری انیمیشن جدید پیکسار صحبت کنیم. این جدید پیکسار برخلاف از مدت‌ها انتظار اومد و حالا قابل دیدن هستش برای علاقمندان کمپانی پیکسار و برای در واقع علاقمندان انیمیشن‌های آمریکایی. نکته‌ای که درباره انیمیشن در جستجوی دوری می‌تونیم بگیم که قبلا هم تو این برنامه بهش اشاره کردیم، اینکه بهترین فروش افتتاحیه رو در تاریخ فیلم‌های انیمیشن داشت، یعنی رکورد فروش افتتاحیه رو برای انیمیشن شکوند. در جستجوی دوری ادامه انیمیشن موفق قبلی کمپانی پیکسار به اسم در جستجوی نمو، و بیشتر از این که قسمت دوم اون انیمیشن به نظر برسه، انگار جل دوم همون داستانه. به چه معنا؟ به این معنا که توی در جستجوی نمو ما داستان مارلن پدر نمو، اون ماهی اگه خاطرتون باشه، و دوری ماهی که حافظه نداره و فراموشکاره رو داشتیم، در جستجو و پیدا کردن نمو. خب اون در حقیقت استراتژی روایی یا شکل الگوی روایی مورد علاقه ادبیات آمریکا، یعنی الگوی سفر توی هر دو تا فیلم وجود داشت که مشخصا از مارک توین میاد و مشخصا یه داستان فوق‌العاده‌ای مثل سرگذشت هاکلبری فین یا ماجرای هاکلبری فین. اونجا ماجرای سفر، یه داستان سفر دوری و مارلمو داره پیدا کردن فرزند. اینجا ماجرای دوری شخصیت اصلی که اصلا انیمیشن به نامشه برای پیدا کردن خانوادهش یا والدینش. حالا دوری اینا رو کی گم کرده؟ دقیقا همون زمانی که ما تو قسمت اول میدیدیم مارلن، انقدر اسمشون زیاد جا قاطی میکنم بخشی، دقیقا جایی که میدیم مارلن نمو رو گم کرده و مواجه میشد با دوری. الان اینجا هم همونه، دقیقا همون میزانسن میبینیم. انیمیشن اولی در جستجوی نمو جواب اون سوال اول میداد، و حالا در جستجوی دوری یک سال بعد از پیدا شدن نمو، دوری به همراه مارلن و نمو افتاده به دنبال پیدا کردن خانوادش. به نظرم اون قوت یا تأثیر یا در حقیقت بداعتهای انیمیشنی نسخه قبل، فیلم قبلی رو نداره طبیعتاً، به خاطر اینکه تازگی داشت، انیمیشن های خیلی زیاد یا حداقل انیمیشن های مینستریم و جدید نسلی درباره فضای زیر آب ساخته نشده بودن. موجودات طراحی شده یا ساخته شده انیمیشن قبلی به تازگی یا طراوت بیشتری داشتن برای تماشاگر، اما خب اینجا هم سعی شده که شخصیت های بامزه و جالبی خلق بشن، که مهمترین شخصیت به اسم هنگ که کمک میکنه به دوری در این مسیری که در حقیقت قدم گذاشته، قدم که نذاشته، ماهیه، نمیدونم این بالا زده. درباره در جستجوی دوری نکته ای که مهمه بعدش اشاره بکنیم اونی که
بهتر از دنباله هایی که پیکسار توی این سال ها به انیمیشن های نسخه قسمت اول ساخته، حالا منهای داستان اسباب بازی یا توی استوری که یک استثناءه، مثلا در مقایسه با کارز ماشین ها یا در مقایسه با کمپانی هیولا که قسمت دومش دانشگاه هیولا بود، مشخصا در جستجوی دوری فیلم بهتریه. یعنی اونقدر اتکا نمیکنه به موفقیت یا در حقیقت نقاط ویژه یا برجسته انیمیشن قبلی. در این حال اگه صبوری کنید، تحمل کنید، حالا خیلی هم چیز عجیب غریب و پیچیده نیست که بخواید صبوری کنید، منظورم اینه که راحت حل بشید در جریان تماشای در جستجوی دوری، یک پایان خیلی بامزه و هیجان انگیز هم انتظارتون رو خواهد کشید. اما خب مثلا در مقایسه با انیمیشن دیگه مهم امسال، سوسیس پارتی، امتیاز پایین تری میگیره مشخصا. به نظرم انیمیشن خوبیه، در حقیقت همون چیزی در ادامه همون صحبت که درباره سرگذشت مخفی حیوانات خانگی کردیم، اینجا هم باید بگیم، یعنی در جستجوی دوری به اون معنا گیم چنجر نیست. این قرار نیست که قواعد بازی یا قواعد حالا الگوهای دنیای انیمیشن رو تغییر بده، عملا بر اساس همون الگوها داره کار خودش رو انجام میده. تماشاگر پسنده، سرگرم کننده است و مناسب کودکان هم هست، برخلاف حالا اون یکی انیمیشن که خیلی مناسب کودکان نبود. وزیر عوض شده خانم آبیار، وزیر جدید اومده. بله. معاون سینمایی خوشبختانه سر جاش باقیه و ما خوشحالیم که آقای ایوبی هست، چون آقای ایوبی به تجربه‌ای که کسب کرده، من معتقدم آدمایی که تجربه کسب میکنن و تازه و میفهمن که پیرامونشون چیه، زود نباید تغییر کنن و باید بمونن و از تجربه و تجربیاتشون بیشتر بشه. مدیر فرهنگی در هیچ جای دنیا سریع عوض نمیشه. در اینجاست که در واقع سریع مدیر فرهنگی هر جناحی بیاد مدیر فرهنگی رو عوض میکنه، در حالی که مدیر فرهنگی در تمام دنیا جناح‌ها عوض میشن، رئیس جمهور عوض میشن، ولی مدیر فرهنگی عوض نمیشه. برای که مدیر فرهنگی خودشو تطبیق میده با رئیس جمهور جدید. اگر رئیس جمهور سوسیالیست باشه، مدیر فرهنگی با اون تفکر سوسیالیستی خودشو عمل میکنه. اگر سرمایه‌داری باشه، خودشو با تفکر سرمایه‌داری عمل میکنه. بنابراین الان در واقع شما انتظارتون از وزیر جدید ارشاد که اومده چیه و فکر میکنید که معضل سینمای کلی سینما ایران به چی چیزهای نیاز داره الان؟ والا من فکر کنم که باید سینماگرها بتونن فارغ از همه مسائل در آرامش بتونن کارشون رو دنبال بکنن. آرامش منظور چی؟ آرامش اینه که یعنی دغدغه ممیزی آنچنان نداشته باشن، دغدغه پروانه ساخت، پروانه نمایش. میدونید حذف کنیم پروانه ساختو؟ نه نمیگم، من میخوام بگم دلهوره بابتش نداشته باشه. یعنی بتونه هر قصه ای رو بده اونجا و بتونه پروانه بگیره. آره، دل نظر خودی خود پروانه ساخت و میده، حالا پروانه نمایشش دوباره مشکل پیدا نکنه. اینجا چون سلیقه ممکنه شورای پروانه ساخت مثلا با شورای پروانه نمایش متفاوت بشه، هی کارش دچار اصلاحات متعدد تو شوراها و جاهای مختلف نشه، اصلاحاتی که بعضن سلیقه ای هستن. اینه که من فکر می‌کنم الان اتفاقی که افتاده، آرامش برای فیلمساز کمتر وجود داره. من نوعی باید مرتب نگران باشم که اگر احیانا شبکه جم خودش خواست، دلش خواست، همونطور که داره کالاهای ایرانی رو داره دائم تبلیغ میکنه، فیلم منو تبلیغ کنه، نکنه فیلمم از سینما بکشن پایین. میدونین این، من میخوام بهتون بگم این شرایط وجود داره که خب این الان دیگه شبکه جم اگر نمایش بده میکشن خب پایین. این گناه آره فیلمساز آره چی الان این وسط الان میکشن میدونین پایین. چی میگم پایین. اون شبکه که چه خوب چه بد، چه خوب چه بد، کاری ندارم به سیاستاشون که همه به هر حال میگن که خب شبکه‌ها یه نمیدونم معاندن و فلان. من البته ندیدم هیچ تبلیغ علیه جمهوری اسلامی داشته باشه، اما میخوام بهتون بگم داره به سینمای ما کمک میکنه. به هر حال ما فروش خیلی عالی داشتیم با تبلیغاتی که اونجا شد، بعدم همه بانک‌ها و نمیدونم تولیداتی که تو ایران هست اونا هم دارن نمایش داده میشن. و اگر یه فیلم ایرانی رو بخواد تبلیغ کنه، اون وقت میگن فیلمو از سینما میکشیم پایین، بدون اینکه فیلمساز اصلا تقصیر تو این ماجرا داشته باشه. اینه که میخوام بگم این آرامش وجود همش ما با دلهوره اینو داشته باشیم که الان فیلم نفس توقیف شده دیگه. مسئله الان نفس چیه؟ تیترش توقیف شده؟ نه اصلا فیلم نفس توقیف شده بود به خاطر اینکه شرکت پخش کننده رو توقیف کرده بودن و ما تا همین یک هفته پیش ما پروانه ساخت شدم هنوزم نمیدونم گرفتیم یا نگرفتیم، ولی فکر کنم نمایش آره
گرفتیم، به ما نمیدادن پروانه نمایشو. پروانه برای سینما ها نمیدادن. بله برای سینما ها نمیدادن و این خودش باعث شد ما خیلی دلهره داشتیم و استرس داشتیم. این موضوع که استرس برای فیلمساز وجود داره خیلی وزیر ارشاد باید یک کاری بکنه که فیلمساز استرس نداشته باشه. بله آره. بتونه راحت، چون خود فیلمسازی اینقدر سخته و اینقدر تمرکز میخواد، باید فیلمساز بتونه بدون سختی و در واقع استرس بتونه کارشو پیش ببره. البته من آقای ایوبی خیلی ستایششون میکنم، انسان بسیار درست و با اخلاق و اگه بخوایم بگیم ارزشی، من بهشون میگم ارزشی، با اینکه هر روز خودم تعریف درستی از این واژه سراغ ندارم، ولی من میگم که چون آدم اخلاقی هستن و رو راست هستن، من بهشون میگم آدم ارزشی. یعنی وزیر ارشاد باید فضای آرامی برای تو ایجاد، برای فیلمساز ایجاد کنه. غیر از این دیگه تقاضای دیگر وزیر ارشاد نداری؟ مهمتر از همه اینه دیگه. این اگه درست باشه همه چی خوب پیش میره، همه چی درست پیش میره، هیچ استرس و ناراحتی وجود نداره. این اتفاقی که باید بیفته. خب خیلی فیلمسازای ما متضرر شدن، فیلمایی ساختن اکران نشد، توقیف شد، چون مثلا ممکن نظر شورای ساخت با شورای نمای پروانه نمایش مخالف بوده، این دقت ها از اول اتفاق نیفتاده و انقدر فیلمسازی سخته، انقدر فیلمساز دچار فشار هست که اگه یه فیلمش هم در واقع اکران نشه خب نابود میشه و ما نباید این زمینه نابودی رو برای یک فیلمساز فراهم کنیم. امیدوار هستید با آینده فرهنگ سینما با در شرایط جدید؟ بله به شدت، به شدت امیدوارم و تا الان هم اتفاقای خوبی افتاده. من نسبت به دوره قبلی لااقل خیلی اتفاقای خوبی افتاده. ما نباید ناشکر باشیم. مقایسه که میکنیم میبینیم مثلا یه طیف دیگه، آدمای دیگه که اتفاقات خوبی رو به هر حال رقم زدن و آرامش بهتری اتفاق، ولی باید خیلی بهتر از اینا بشه. الان انتخابات امریکاست، کی برنده میشه به نظرتون؟ راستش باز من چون آدم سیاسی نیستم وارد این تحلیل هام نمیشم، ولی باز من فکر میکنم خانم کلینتون برنده بشه اگه بخوام پیش بیاد کنم. حالا ما که قرار نیست رأی بدیم، ما داریم فقط از این دور نظر میدیم در واقع قضیه. آره. که ولی خب به هر حال چون یه خورده تاثیر تو تمام دنیا میذاره همه بهش توجه میکنن. خیلی متشکرم خانم عبدالله، خیلی ممنونم، مرسی.